یک مقام رسمی ایالات متحده آمریکا مجموعه از ویدیوها در دیویدی ها را به نشر سپرده است که ادعا کرده است از قربانیان در حومه شهر دمشق است. تفسیر بیشتری مازور از همکارم نجیبه خلیل میشنوید که در استودیو با ماست. نجیبه جان، کمی بیشتر در مورد این ویدیوها معلومات بده. بله لینا جان، تشکر. با سلام به شما و بیننده‌های محترم. این مقام که دیویدی را با آژانس خبری اسوسییتد پرس سپرد، میگه که محتویات از او نماینگر صحنه‌های مکمل قربانیان حادثه استفاده سلاح کیمیایی است. اما اسوسییتد پرس میگه که نتانسته که موثق بودن این دیویدی را به صورت مستقل معلوم کنه. البته این در حالی است که مقامات برتانیا نیز از موضع ایالات متحده در قبال سوریه حمایت کردند. با اساس اظهارات این مقام، دایان فاینستاین رئیس کمیته استخبارات صنایع آمریکا بر روز پنجشنبه از استخبارات مرکزی تقاضا نمود تا این ویدیوها را به دسترس آن کمیته قرار دهد و گفت که اعضای آن کمیته این ویدیوها را تماشا کردند. در این زمان، در حالی که مظاهره کنندگان به روز شنبه در شهرهای مختلف ایالات متحده آمریکا به شمول واشنگتن دی سی مخالفت خود را علیه اقدام نظامی آمریکا بر سوریه ابراز داشتند، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان تقاضای مصالحه را نموده و خواستار یک روز جهانی دعاخوانی و روزگیری برای صلح در سوریه شد. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که پشتیبانی بین المللی در مورد مسئول دانستن حکومت سوریه مبنی بر استفاده سلاح کیمیایی علیه مردمش رو به افزایش است. قرار است رئیس جمهور اوباما بر روز سه‌شنبه بیانیه تلویزیونی را در دفاع از طرح خود مبنی بر اقدام نظامی علیه سوریه به مردم آمریکا ایراد کند. در همین حال ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا میگوید که جهان باید در برابر استفاده سلاح کیمیایی توسط رژیم سوریه عکس العمل نشان دهد. این موضوع در مورد استفاده سلاح کیمیایی است که بزرگتر از سوریه است. ایالات متحده آمریکا در مورد آن صحبت کرده است. آنچه ما در مورد آن قبل از رایدهی پارلمان صحبت می کردیم که حمله محدود و متناسب در پاسخ به استفاده سلاح کیمیایی بود تا مانع استفاده از این سلاح در آینده گردد. اکثریت اعضای کانگرس هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه مخالف تقاضای رئیس جمهور اوباما در مورد اقدام نظامی علیه سوریه هستند. البته باید گفت که گزارش اخیر استخبارات آمریکا نشان می‌دهد که در حمله استفاده از سلاح کیمیایی 1429 نفر جان باخته که در او جمله 426 طفل شامل بود، که البته این رقم یک اندازه بیشتر از ارقام است که قبلا گزارش شده بود. انتظار می‌ره که کانگریس آمریکا ده هفته های آینده در مورد حمله احتمالی علیه سوریه رای بده. قابل یادآوری است که کمیته روابط خارجی ایالات متحده آمریکا در اوایل هفته طرح پیشنهادی رئیس جمهور اوباما را پذیرفتند. لینا جان، ممنون و تشکر از شما.